میکنم به روی ماه شما دوستای عزیزم. انشالله هر جا که هستید دلتون خوش، تنتون سلامت، زندگیتون پر از آرامش. امروز من صبح جلسه اولیا مربیان بود که مدرسه حسین دعوت شده بود. یه چیزایی شنیدم که اصلا فکر نمیکردم در موردش با شما صحبت کنم. گفتم خب میرم این جلسه رو شرکت میکنم، میام دیگه بقیه کارامو انجام میدم. چون صبح ساعت 7:30 بود، گفتم خب تا 8:30 میام خونه و بقیه کارا رو انجام میدم. بعد خدمت شما عرض کنم که یه چیزایی من امروز شنیدم، خیلی هم متاسف شدم، هم متاثر شدم، هم نگران شدم. بعد از اون باز دوباره یه خانومی رو دیدم، باهاش صحبت کردم، حالا براتون میگم. وقتی که اومدم باور کنید اصلا دست و دلم به کار نمیره. همینطور تو فکر این دور زمونه بودم که آخه داره به کجا میره؟ ایران به کجا میره؟ دنیا به کجا میره که این اتفاقات داره برای بچه‌ها میفته؟ بچه‌ها رو بعدش تعطیل کردن. ما با حسین اومدیم خونه، بعد دیدم که نه نمیتونم به کارام برسم. گفتم که با حسین برم بیرون، چون من مستقیم با بچه‌ها حالت نصیحت صحبت نمی‌کنم. حالا اگر که به نظر من اگر مستقیم فقط نصیحت کنیم گوش نمیدن. اینکه حالا یه چیزی بغلش بذاریم، یه تفریحی، چیزی، یه بیرونی بریم با هم دیگه و بگیم خیلی بهتره. گفتم حسین من یه چیزایی شنیدم اینجا که گفتن درباره بچه‌ها، چون می‌دونستم خودشون هم بچه‌ها در جریانن، می‌بینن توی مدرسه. گفتم که یه چیزایی بود که خیلی منو ناراحت کرد. حالا بیا با هم دیگه بریم، من کارامو انجام بدم بیرون، یه قهوه با هم بخوریم، بعد دربارش باهات صحبت کنم. که رفتیم اونجا تو همون یه کافه‌ای که تازه باز شده، ما تا حالا نرفته بودیم، حسین هم خیلی دوست داره جایی که جدیده بره. با هم دیگه رفتیم و اونجا باهاش صحبت کردم و که من اینا رو شنیدم امروز خیلی ناراحت شدم. حالا برای شما هم بگم، این دوربین رو تنظیم کنم بیام بگم. کهکشان امتحان کن. سرده آخه، من قهوه ما امروز نخوردم. شما بگیر من قهوه باشه. بگیر خب من اول تشکر کنم از کامنت هایی که برام گذاشته بودید
برای اینکه نشستم باهاتون صحبت کردم همین کم خیالم راحت کردی که با صحبت کردنم وقتتون رو نمیگیرم، شما هم دوست دارید. همین که من دیدم خیلی ها مثل منن، یعنی 90% کامنت ها این بود که وای ما هم مثل شماییم، ما هم باید همه چیز مرتب باشه. بعد جالب این بود که تمام دوستانی که این حرف رو زده بودن میگفتن ما الان دیسک کمر داریم، زانو درد داریم یا دستمون درد میکنه، یعنی همگی طفلک ها دردمند شده بودن مثل خود من. بعد یه عده گفته بودن که ما دیگه این کارو نمی‌کنیم، چند سالیه که مثلا دیگه کارهای سنگین نمی‌کنیم، با آرامش کار می‌کنیم، کم کم یواش یواش. یه عده از دوستای دیگه گفته بودن که ما این عادت رو داریم و نمی‌تونیم بذاریم کنار، که من بهشون گفتم که بیاید با هم دیگه سعی کنیم با هم بذاریم کنار، چون واقعا سلامتیمون مهمتره، بعدن ما پیش بچه‌هامون سالم باشیم خیلی بهتره تا اینکه دردمند بشیم و اونا ناراحت بشن. خب قرار شد بهتون بگم که امروز چیا شنیدم. وقتی که من رفتم جلسه، مدیر مدرسه حسین اومد صحبت کرد، گفتش که پدران و مادران خیلی حواستون به بچه هاتون باشه، دوره قدیم نیست، دوره خودتون نیست، خیلی تغییر کرده. فکر نکنید دوره خودتونه، اون موقع که خودتون میرفتید مدرسه، زمین تا آسمون فرق داره. بچه‌ها واقعاً با یه چیزای آشنا شدن که اصلاً توی زمان شماها اینطوری نبود. ایشون میگفتش که چند تا از اولیا اومدن به من گفتن که شما چرا سر بچه‌ها داد میزنید، برای چی بی احترامی میکنید و اینا. خب منم ناراحت بودم از این بابت، چون پارسال هم این اتفاق افتاده بود. ولی وقتی که این آقا دلایل خودش رو آورد، تازه من متوجه شدم که حالا بازم دوست ندارم با بی احترامی با بچه‌ها برخورد کنن. اینم در آخر ما تذکر دادیم، ولی یه چیزایی تعریف میکردن از بچه ها، از بعضی از خانواده ها، که من خیلی تعجب کردم. میگفتن سعی کنید بچه ها رو دوره هم جمع کنید، مثلا خانواده رو، غذا رو کنار هم بخورید، باهاشون صحبت کنید، درد دل کنن باهاتون، ازتون نترسن یه حرفایی رو بهتون بزنن. اینا خب من قبلنم صحبت کردم در موردش، هرچی داره زمانه ما پیشرفت میکنه، ما داریم از هم دیگه دورتر میشیم. من خیلی از خانواده ها رو میبینم که هر کی یه ساعت غذاشو میخوره، غذا روی گازه، هر کی میره حالا هر وقت دلش میخواد میکشه میخوره. اینو کلا تو خانواده ما خیلی رعایت میشه که در کنار هم باشیم، غذا رو با هم بخوریم. تا جایی که میشه با بچه‌ها من برخورد تند ندارم، در مورد همه چی دوستانه باهاشون صحبت میکنم. ولی وقتی که این آقا گفتن که ما چه چیزایی توی کیف این پسرایی که حالا دبیرستان هنرستان هستن پیدا کردیم و آوردن نشون دادن، حالا وسایلی بود که برای مصرف مواد بود، که اصلا واقعا همه پدر مادرها اصلا یه حالت ترس نگرانی توی وجودشون، که میگفت از بعضی بچه ها اینا رو گرفتیم. یه آقایی بود که اون جلو بود بلند شد که موهاشون هم حالت جوگندمی بود، من خیلی دلم سوخت که خیلی ایشون نگران شدن، انگار که مثلا یه نشونه های توی بچهشون دیده باشن. میگفتش که میشه اسم اونا رو ببرید که اینا رو توی کیفشون پیدا کردید همین اول سال. و ایشون گفت من اسما رو نمیتونم بگم، حالا توی جمع حداقل نمیتونم بگم، بعدن به خود پدر مادراشون میگم و اینا. قشنگ احساس نگرانی توی چهره اون آقا و کلن پدر مادرهای دیگه مشهود بود. من خودم همینطور اولش خب اون عقب نشسته بودم و گفتم خب میان حرفای کلیشه همیشگی رو میزنن، ولی وقتی که این وسایل رو نشون داد و اتفاقاتی که افتاده بود که تو گوشیاشون اگر میارن مدرسه ما یه موقع میگیریم میبینیم چه چیزایی هست که اصلا به سنشون نمیخوره. ایشون تعریف میکرد که پارسال من گوشی یکی از بچه ها رو گرفتم که گفتم چرا گوشی آوردی مدرسه، جریمش کردم و دیدم پدرش با نگرانی فرداش اومد و گفتش که تو رو خدا گوشی پسر منو بدید، هر چی پول بخواد جریمه میخواد من میدم، فقط گوشیشو زودتر بدید. که آقای مدیر گفته بود که ما یه چند وقتی تنبیهش میکنیم که دیگه گوشی نیاره مدرسه، بعد بهش میدیم، انقدر نگران نباشید. ایشون گفته بود که نخواهش میکنم گوشی رو بدید، برای آقای مدیر عجیب بوده، گفته شما چرا انقدر ناراحتید از اینکه گوشی پسرتون پیش ماه؟ و میگه پسرشونم بیرون وایستاده بود، دستاش توی جیبش، اخماش تو هم، مثل طلبکارا فقط راه میرفت توی حیاط، اصلا نیامد از ما عذرخواهی کنه. و این آقا همینطور ناراحت، که در آخر متوجه شده بودن که این آقا گفته بود که پسر من یه آتوهای از من داره
که توی گوشی خودم پیدا کرده، انتقال داده به گوشی خودش، که اگر من به من گفته بیا برو گوشی منو بگیر، اگر نگیری من همه چی رو به مامان میگم که چه اتفاقاتی افتاده برای تو اینا. بعد آقای مدیر میگفتش که من اصلا متأثر شدم برای این پدر، که تو پدر چجوری میخوای بعدن این بچه رو بار بیاری؟ این پسری که الگوش پدره، بیشتر پسرها الگوشون پدره، دخترها الگوشون مادرشونه. وقتی که شما الگوی پسرت هستی دیگه چه توقعی ازش داری؟ که ما توی کیفش هرچی پیدا کنیم از ترس اینکه نره مثلا شما رو به خانومت لو بده که چه کارایی کردی، بیای اینا رو بگیری که بچت هم پس فردا به هر راه خلافی که کشیده بشه نتونی بهش حرف بزنی. وای اصلا، یعنی اینا رو که تعریف میکردن موردهای خیلی حالا از حوصله شما خارج میشه. چه مادرایی که اومده بودن و پسراشون ازشون آتو داشتن، میگفتن ما بیشتر اینجا دلمون میخواد خانواده ها رو آموزش بدیم، خانواده است که بچه ازش الگو برداری میکنه. خلاصه دیگه وسایلی که نشون دادن، کبریت، فندک، وسایلی که باش مواد مصرف میکنن و خیلی دیگه یه چیزایی که بود که آقای مدیر گفتن من روم نمیشه به شما نشون بدم. یعنی دیگه تا کجا داریم میریم و من نمیدونم. اینقدر من ناراحت شدم باور کنین، اصلا همینطور گوشیم زنگ میزد، همسرم و مامانم اینا زنگ زدن، اصلا جواب ندادم، نمیتونستم درست باهاشون صحبت کنم. توی فکر این بودم که بچه من وقتی توی این مدرسه است، خب مادرای دیگه هم شاید این فکر رو داشتن، شاید یه همچین پسری سر راهشون قرار بگیره، که چیکار کنیم، چطوری میشه جلوی این همه اتفاقای بدو گرفت، به بچه چی بگیم؟ مثلا میگفتن یه آقا پسری گوشیش یواشکی آورده بوده، بعد دوربین بوده توی کلاس، دیده بودن که یه پسر دیگه که پسر خوبی بوده، حالا مثبت بوده، توی دوربین دیده بودن که این پسر یه چیزایی داره نشونه این آقا پسر میده، که اون هی روشو میکنه اون. بعد دو تا پسر دیگه که اونجا بودن میخندیدن و مثلا به حالتی که مسخرهش میکردن و سرشو فشار میدادن به طرف گوشی دوستشون که ببینه حالا هرچی توی این گوشی بوده، و مشخص بوده چی بوده که این بچه نمیخواسته ببینه، اینا داشتن مجبورش میکردن، که این آقا گفتش که من توبیخش کردم اون آقا پسر رو. ولی خب خودتونم خیلی مراقب باشید، بچه ها باشون صحبت کنید، باشون حالت صمیمیت بگیرید، که اگرم یه اتفاق پیش میاد، اگر یه موقع دوستاشون اطرافیاشون یه چیزی بهشون میگن، بیان با شما مطرح کنن، اینکه نترسن ازتون بگن اخ الان بیایم بگیم چی میشه. اینو خیلی مهم دونستم، چون میدونم شما هم مادر هستید، بالاخره بچه دارید یا بچه دار خواهید شد. اینا خیلی مهمه که بدونیم دور زمانه خیلی عوض شده. من دوره نگینم که میرفتم مدرسهشون، خب خیلی گوش میدادم به توصیه هاشون که میگفتن دخترتون الان نوجوونه، اون موقع تازه کامپیوتر رو اینا اومده بود، میگفتن نرید کامپیوتر رو فقط پاک کنید بذارید اونجا، یاد بگیرید کامپیوتر رو روشن کنید ببینید چی دارن توش، اینکه کشوهاشون رو بگردید ببینید که یه موقع حالا چیزی خدای نکرده نداشته باشن. اون زمان به ما میگفتن اینا رو، میگفتن ولی اصلا اتفاق نیفتاد، فقط گوش زد میکردن. ولی الان قشنگ وسایلی که پیدا کرده بود اون آقا، میگرفت بالا نشون میداد، میگفت با عرض شرمندگی این، با عرض شرمندگی اون، که یه سریش هم اصلا نشون نداد، که دیگه اینقدر من ناراحت شدم که چطوری با حسین صحبت کنم، چطوری روشنش کنم. از آقای مدیرم خواستم که ما اولیا هزینهشو قبول میکنیم، شما یه روانشناس، یه روانپزشک، کسی که با بچه ها میتونه ارتباط داشته باشه، بیارید توی مدرسه جلسه بذارید براشون، که بتونه با بچه ها رابطه برقرار کنه، براشون صحبت کنه، روشنشون کنه. یا یعنی که حتی برای خانواده ها کسایی باشن که بیان صحبت کنن، هست توی مدرسه ها ولی به نظر من خیلی کمه، برای بچه ها که نیست، ولی برای خانواده ها یه موقع جلساتی میذارن ما میریم، ولی در ماه، در سال اگر که حالا 4-5 جلسه باشه که خیلی هم شرکت نمی کنن. ولی خب ازشون خواستیم، گفتن روش فکر میکنیم، گفتن ما هزینه هاشو قبول میکنیم با چند نفر از خانم ها و آقایون دیگه، که شما کسانی رو بیارید به غیر از این مسائل درسی در مورد این مسائل هم با بچه ها صحبت کنن. بعد تعریف میکردن که پارسال یه آقا پسری بوده که درسش خوب بوده، دیدن که نمراتش داره کم میشه، حواسش توی کلاس نیست،
باش صحبت کرده معلمشون، گفته که تو پسر خوبی بودی، درستو میخوندی، الان من میدونم حواست نیست توی کلاس و اینا، بگو به من چه مشکلی پیش اومده. اول میترسیده ولی بعدا دیگه پسرت کنید مثلا 16 ساله چقدر باید غرورشو بذاره زیر پاش که اومده بوده گریه کرده بوده که من تازگی ها فهمیدم که مادرم با کسی در ارتباط هست، با یه آقای در ارتباطه، نمیتونم به مادرم حرف بزنم، نمیتونم با پدرم حرف بزنم، میترسم زندگیشون به هم بخوره، هیچ چاره ای ندارم، ولی دیگه نه به درسم میتونم برسم نه حواسم هست. هم از مادرم بعدم اومده، هم از طرفی مادرم دلم نمیخواد از دستش بدم، میگم اگه به پدرم بگم دعوا میشه، طلاق و طلاق کشی میشه، خانوادمون به هم میریزه. اینقدر واقعا وقتی که به عمق فاجعه فکر میکنی چقدر بده برای یه پسر، اونم نوجوون، که یه همچین چیزی از مادرش ببینه و چقدر حالش به هم میریزه. نمیدونم اون مادر چه فکری میکنه و واقعا هم نمیدونم اون آقا چه راهکاری پیش پای اون پسر گذاشتن که فقط در همین حد به ما گفتن. اینا رو من شنیدم و دیگه خانمی کنار دستم بود که گفتم که وای خدا به دادمون برسه، چطوری با بچه‌هامون صحبت کنیم این اتفاقای بد براشون پیش نیاد و اینا، که ایشون گفتش که من حالا یه پسرم این سنی هست، دختری دارم که کلاس هفتمه. این دیگه از اون بدتر بود. ایشون گفتش که دختر من کلاس هفتمه، کلاس هفتم فکر کنم میشه 13 سال اینطورا. میگفتن که دخترم اومده گفته که مامان میخوام ازت تشکر کنم که منو اینقدر خوب تربیت کردی. گفتم چرا؟ گفته یه اتفاقایی توی کلاس ما میفته، توی مدرسه‌مون میفته که اصلا من تعجب میکنم که مادر پدرها چرا حواسشون به بچه‌ها نیست. ببینید بچه تعجب کرده بوده، اومده به مادرش گفته که یه نفر توی کلاس ما صحبت میکرده از اینکه من با این پسر دوستم، این کارو کردم، اون کارو کردم، تمامو تعریف کرده برای بچه ها. بعد از اون طرف گفته که آره مادر من خیلی به من سخت میگیره، من اصلا خوشم نمیاد از این اخلاق و رفتارش، یه ذره بزرگتر بشم میرم واسه خودم خونه میگیرم، چون بابام هرچی پول میخوام در اختیارم میذاره ولی مامانم سختگیری میکنه. یه شب مست رفتم خونه، شروع کرده داد و بیداد کردن. یعنی این جمله رو که من شنیدم، بچه 13 ساله، اصلا بگو 14 ساله دختر بچه، یعنی چی یه شب مست رفتم خونه؟ یعنی کجا رفته بودی؟ برای چی این کار رو انجام داده بودی؟ که این خانم گفت دختر من برام گفت، تعجب کردم، اصلا داشتم شاخ در میوردم که داریم واقعا به کجا میریم. که گفته بوده بچه ها مامان از مدرسه که میان بیرون یه دیوار پشتی داریم ما، یه راه باریکی هست که میرن اونجا سیگار میکشن بعد مدرسه و یه چیزایی حالا اومده، نمیدونم اینجا مطرح کنم یا نه، که میگن یه کاغذهای خودشون میخرن میبندن. حالا فکر نکنم بچه توی کانال ما باشه، به اسم گل هستش که خیلی رایج شده، خودشون میبندن تهیه میکنن یا میرن میخرن با هم دیگه میکشن، مهمونی میرن با هم دیگه، همین از سن کم هم شروع کردن دیگه. ببینید تو دبیرستانا چه خبره، که یه سری هم هنانه جون دختر مریم میومد تعریف میکرد که میگفت دبیرستان افتضاح شده. نمیدونم واقعا، هر کسی به نظر من، هر مادری توی جایگاه خودش باید سعی کنه همینطور با بچه با صمیمیت، چون با برخوردهای تند هیچ چیزی جواب نمیده، یا اینکه بدتر دلخوری پیش میاره، بدتر لجبازی پیش میاره. من اینو بارها توی ویدیوها گفتم که یه آقایی یه حرف خوبی زد چندین سال پیش که گفتش که اگر شما یه دودهی روی یه لباس سفیدتون بریزه، اگر اینو بزنید که پاک کنید، بدتر به همه جا کشیده میشه، ولی اگر آروم فوتش کنید اون دوده از لباستون پاک میشه. بچه های نوجوان هم همینطوری هستن، با آرامش باشون صحبت کنید، اینکه بخواد لجبازی کنید، داد و بیداد کنید جواب نمیده. دیگه این شد که من رفتم یه سری کارهای عقب افتادم داشتم، به حسین گفتم بیا با هم بریم این کارا رو انجام بدیم. اومد با من و اون کافه بردمش که دوست داشت و دیگه نوشیدنی و اینا گرفتیم و گفتم مامان من یه چیزایی شنیدم امروز، حالا یه سریشو گفتم که اون که خانواده ها چه اتفاق افتاده، نگفتم بچه ها مواد مصرف میکنن توی این سن، که دیدم سر تکون میده، میگه آره مامان ما هم میبینیم. گفتم که میبینید حواستون باشه اینا عاقبت نداره، بچه هایی که از این سن دارن سیگار استفاده میکنن بعدها معلوم نیست واقعا به کجا برسن، دیگه ناکجا آباد میرسن.
دیگه هر جوری که بلد بودم باهاش صحبت کردم و گفتم که ما مادریم، نگران میشیم، اگر کار اشتباهی خواستید بکنید یاد پدر مادرتون بیفتید که چقدر براتون زحمت کشیده، که چقدر دوست داره موفقیت‌های شما رو ببینه. گفتم زمانی که اگر کسی پیشنهادی بهتون میده در مورد این کارا، اولا نگفتن رو یاد بگیرید، که من از خیلی سال پیش به حسین گفتم نگفتن رو یاد بگیر، رو دروایسی نکن به کسی بگی نه من این کارو نمی‌کنم، که واقعا موفق شدم. ولی گفتم هم این نگفتن خوبه که تو بلدی، همین که زمانی که یه پیشنهادای اینجوری بهتون میدن، یا یه موقع میگن ترسوید، مثلا بچه ها میخوان اون یکی به قول معروف شیر کنن، میگن که وای آره از مامانت میترسی، از بابات میترسی، گفتم بگو نه مامان بابام ازشون نمیترسم، دوستشون دارم، چهره پدر مادر، چهره نگرانشون، بیا جلوی نظرتون ببینید که این پدر مادر وقتی که بفهمن شما یه کار اشتباهی انجام دادی چقدر میتونه تاثیر بذاره توی روحیه‌شون. پس اگه بچه پدر مادرشو دوست داره باید خیلی از کارا رو چشم پوشی کنه، انجام نده، به فکر آیندهش باشه. یه راهکار دیگه که به نظرم رسید این بود که گفتم حسین من چون کار دارم دیگه زیاد نمیرسم که کتاب بخونم، یه کتابایی میدم به تو بخون که بیا برای من توضیح بده، تو که خلاصه وار بگی من بهتر متوجه میشم. و قصد دارم کتاب رمان نه، کتابایی که احساس خوب میده، کتابایی که تشویق میکنه برای موفقیت، اینا رو بگیرم بهش بدم که به این بهانه برای منم توضیح بده، خودشم توی ذهنش جا بیفته که چطوری با جامعه برخورد کنه. امیدوارم که موفق بشم، امیدوارم که این صحبتهایی من به درد شما هم خورده باشه. دعا میکنم که جوونا راه راست رو انتخاب کنن، به بیراهه نرن، ما هم خانواده ها در کنارشون باشیم و کمکشون کنیم. و کامنتی داشتم از دوستمون که گفته بودن که طرز تهیه قهوه رو هم به ما بگید. من چند بار توی ویدیوها توضیح دادم، ولی چشم این بارم توضیح میدم. اگر که شما هم پیشنهادی دارید، راهکاری دارید برای اینکه بتونیم با جوانها درست برخورد کنیم، برای من بنویسید، خیلی لازم دارم. بعد یا اگر تجربه‌ای دارید برام بگید، که اینطوری دوستان دیگه هم که کامنت‌ها رو میخونن میتونن راهنمایی بشن. سپاس از اینکه وقت گرانبهاتون رو باز در اختیار من گذاشتید، تونستم باهاتون صحبت کنم. منتظر انتقادات سازندتون هستم. دوستانی که انتقاد میکنن به بهتر شدن، به رشد کانال ما کمک میکنن. مرسی از همتون، از ته قلبم دوستتون دارم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.